سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، ممنوعیت حضور زن در فیلم ها، سریال ها و نمایش نامه ها. هژمونی آمریکا در جهان به پایان رسید و همچنان در پایان حقیقت کشته شدن معاون والی پنجشیر. به نام خدا و با تقدیم سلام با مجموعه خبری چنل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. معاون والی پنجشیر کشته نشده است. گزارشنامه افغانستان تازه مشعر است که معاون والی طالبان در پنجشیر کشته نشده است و چند روز پیش طی مشاجره لفظی با قماندان مالک عبدالله خیلی در جریان کشوگیر و مشت لگد زخمی شده بود. وی اکنون بهتر شده و به وظیفه برگشته است. گزارشنامه افغانستان، رزاق مامون. همچنان این در حالی است که ممنوعیت حضور زن در فیلم ها، سریال ها و نمایش نامه ها. نوشته فروغی، دستورالعمل تازه طالبان در مواد رسانه های گروهی تصویری افغانستان ضربه مهلک دیگری است بر پیکر لرزان افغانستان که با تحقق آن تمام جامعه و قبل از همه باز زنان مظلوم افغانستان صدمه خواهند دید. با تحقق این دستورالعمل ضد هنر و ضد زن با شمار ژورنالیستان بیکار افزوده شده، باز هم تعداد بیشتری از آنان به ترک وطن مجبور خواهند شد و در نتیجه بر دروازه های تعداد بیشتری از رسانه های گروهی قافل زده خواهد شد. این دستورالعمل که 8 ماده دارد، قبل از همه سنگ های بزرگترین پیش پای زنان در رسانه های تصویری گذاشته و تهیه و نشر برنامه های تفریحی و انتقادی را جدن ممنوع اعلام می نماید. با اساس احکام سریال این طرز العمل، زنان حق اشتراک در فیلم ها، سریال ها و نمایش نامه های تلویزیونی نداشته. فقط تحت شرایط خاص می توانند به کار خبرنگاری و کار تلویزیونی مشغول شوند. این دستور العمل که به صراحت ضد حقوق اولیه انسان ها چون حق انتخاب شغل، حقوق بشر و به طور عقض حقوق زنان و آزادی بیان است، حکایت از لجاجت بدون حلقه باری دارد که رهبران تندرو و لجوج طالبان به دستور حامیان پاکستانیشان و منظور شرمساری و سقوط کامل افغانستان به نمایش می گذارد. چه کسی در جهان می تواند باور کند که با اساس فرمان رسمی دولتی زنان حق کار در نمایش نامه فیلم، سریال و نمایشات هنری تصویری نداشته باشند؟ چه کسی در جهان می تواند باور کند که یک رسانه گروهی آری از شوخی و انتقاد باشد؟ مگر در پنجاب، در سند، در خیبر پشتونخوای پاکستان خواستگاه طالبان همچنان ممنوعیت برای زنان وجود دارد؟ هرگز نه. ممنوعیت حضور زنان در امور هنری، ژورنالیستی خودش یک جرم است، یک جرم انسانی و حقوقی. گزارشنامه افغانستان، رزاق مامون. همچنان این در حالی است که هژمونی آمریکا در جهان به پایان رسیده است. فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز و متخصص روابط بین المللی ایالات متحده آمریکایی، طی یادداشتی نوشت: به نظر می رسید که تصاویر وحشتناک افغان های ناامید برای خروج از کابل پس از فروپاشی دولت مورد حمایت غرب در ماه اگست نشان دهنده یک مقطع بزرگ در تاریخ جهان است، زیرا آمریکا از جهان روی گردانده شده. با این حال در حقیقت پایان دوران آمریکا خیلی زودتر از موعده رسیده بود. سرچشمه های قدیمی ضعف و افول آمریکا بیشتر داخلی است تا بین ملل. اینکه آمریکا چقدر در جهان تاثیرگذار خواهد بود و توانایی آن در حل مشکلات داخلی بستگی دارد تا سیاست خارجی اش. فوکویاما در تحلیل خود وبگاه جهان پیشرو توضیح داد: دوره اوج هژمونی ایالات متحده آمریکا کمتر از 20 سال طول کشید. از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 تا بحران مالی 2007-2009، این کشور در بسیاری از حوزه های قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مسلط بود. اوج غرور آمریکا حمله بر عراق در سال 2003 بود، زمانی که امیدوار بود
بعد تنها عراق و افغانستان که 2 سال قبلش به آن حمله کرد بلکه کل خاورمیانه را تغییر شکل دهد. آمریکا کارای قدرت نظامی را برای ایجاد تغییرات عمیق سیاسی بیش از حد تصور میکرد، حتی اگر تأثیر مدل اقتصادی بازار آزادی خود را برای امور مالی جهانی دست کم میگرفت. این دهه با گرفتن شدن سربازانش در دو جنگ ضد شورش و بحران مالی که نابرابرهایی که جهانسازی به رهبری آمریکا ایجاد کرده بود به پایان رسید و این مشکلات داخلی ایالات متحده آمریکا را مانند موریانه هایی که تخته زرین هژمونی جهان این کشور را از درون نابود کردند توصیف کرد و گفت میزان تقدمی در این دوره از تاریخ نادر بوده است و جهان از آن زمان با قدرت گرفتن چین، روسیه، هند، اروپا و سایر مراکز نسبت به آمریکا به حالت عادی تر از چند قطبی بازگشته است. تاثیر نهایی افغانستان بر ژئوپلیتیک احتمالاً اندک خواهد بود. آمریکا با خروج ویتنام در سال 1975 از یک شکست تحقیر آمیز قبلی جان سالم به در برد، اما در کمتر از یک دهه سلطه خود را دوباره به دست آورد. چالش بسیار بزرگتر برای جایگاه جهانی آمریکا چالش داخلی است. این تحلیلگر آینده نگر آمریکایی ادامه داد. جامعه آمریکا عمیقا دو قطبی شده است و دستیابی به اجماع در مورد هر چیزی را مشکل کرده است. این دو قطبی شدن بر سر مسائل مربوط به سیاست های مرسوم مانند مالیات و سقوط چینین آغاز شد، اما از آن زمان به یک مبارزه تلخ به سر هویت فرهنگی تبدیل شده است. به طور معمول یک تهدید خارجی بزرگ مانند یک بیماری همگیر جهانی باید فرصتی برای شهروندان باشد تا حول یک واکنش مشترک جمع شوند، اما بحران کووید 19 بلافاصله گزاری اجتماعی بوسید. و با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب آن اسمارت را سابسکرایب بمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد.